تایمر بعدی که در اینجا میخوام خدمت شما توضیح بدیم در اصطلاح بهش رله لغزان با لبه راه انداز میگن. لبه راه انداز منظور اینه که ورودی این تایمر که الان در اینجا I8 هست به لبه بالا رونده حساسه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که وقتی که ما استارت رو میزنیم با لبه بالا رونده کار داره و با لبه پایین رونده اصلا کاری نداره. میبینید که ما وقتی که استارت رو میزنیم نگه میداریم میبینید که فقط لبه بالا رونده براش مهمه، با لبه پایین رونده اصلا کاری نداره. فقط اگه ما دوباره اینو تحریک بکنیم میبینید که شمارش از اول شروع میشه. حالا این تایمر به اندازه این زمانهایی که در اینجا میبینید 3 و 6 ثانیه زمان تیه اچ و تیه ال هست. خب این تیه اچ و تیه ال به این اندازه که تیه اچ هست یعنی 3 ثانیه تایمر فعال میشه و خروجی فعال میمونه و به اندازه این 6 ثانیه یا همون تیه ال خروجی غیر فعال میمونه. خب یعنی اگه ما الان استارت بزنیم به اندازه خروجیمون غیر فعاله دیگه، به اندازه TL غیر فعال میمونه. یعنی 6 ثانیه طول میکشه تا این تایمر فعال بشه خروجیش. میبینید که 1 2 3 میشموره تا 6 ثانیه غیر فعال میمونه. حالا اگه این 6 ثانیه گذشت سپس تایمر فعال میمونه به چه مقداری؟ به اندازه TH که در اینجا 3 ثانیه هست. شما میتونید 3 ثانیه رو بعد از گذشتن 6 ثانیه اولیه ببینید. اینجا دقت کنید، ما استارت رو میزنیم بعد از اینکه 6 ثانیه تمام شد شما میتونید 3 ثانیه رو فعال ببینید. الان تایمر فعال شد به اندازه 3 ثانیه فعال میمونه. خب من یه بار دیگه این فعال بودن 3 ثانیه رو به شما نشون میدم. تایمر 6 ثانیه فعال میمونه، 6 ثانیه غیر فعال و 3 ثانیه فعال. 6 ثانیه غیر فعال، 3 ثانیه فعال. حالا شما در اینجا اگه دقت بکنید یه عددی در این قسمت نوشته شده که در اینجا عدد 9 هست. این عدد رو ما به صورت پیشفرض روی 1 قرار میدیم. روی 1 قرار میدیم چه اتفاق میفته؟ میتونیم شما اینجا ببینیم با استارت 6 ثانیه غیر فعال و 3 ثانیه فعال و تایمر کارش در اصطلاح تموم میشه. حالا اگه ما این عدد 1 رو تغییر بدیم تعداد سیکلایی که انجام میشه به اندازه تعدادی که ما در اینجا مشخص میدیم که حد اکثر میتونه 9 باشه، number of pulse سیکل، که ما اینو مثلا میایم 5 قرار میدیم، میایم 5 قرار میدیم. شما میتونید ببینید که اینجا عدد این عدد تغییر کرد و شد 5 و میتونید اینجا مشخص مشاهده کنید که تایمر فعال و غیر فعال میشه و همینطور به تعداد سیکلی که ما اینجا مشخص میکنیم تایمر روشن و خاموش میشه. حالا اگه ما این زمان رو بیایم کمتر بکنیم چه اتفاق میفته؟ مثلا بیایم تعدادش رو بکنیم 9 بار و زمانش رو کم کنیم. اگه ما زمان رو کم کنیم تایمر به حالت چشمک زن در میاد. به چه تعدادی؟ به تعدادی که ما اینجا مشخص میکنیم. خب الان من با استارت ورودی شما میتونید این چشمک زدن خروجی رو مشاهده کنید. چرا به این شکل هست؟ چون زمان TH و TL رو ما کوتاه کردیم، کوچیک کردیم و تعداد رو هم بیشتر کردیم به تعداد 9 بار. با این زمان که ما اینجا مشخص کردیم روشن و خاموش میشه. یه بار دیگه، پس
تنها ویژگی که اینجا باید درش دقت داشته باشین این هست که با لبه بالا رونده این ورودی کار میکنه و اگر در حین شمارش اگر ما مجدداً تحریک کنیم شمارش تایمر دوباره از صفر شروع میشه، به این شکل دوباره از صفر شروع میشه.